پرسنل نیروی دریایی ایران در بندر کنارک به ناو جنگی روسیه خوش آمد میگویند. ناوی که برای حضور در رزمایش مشترک سه کشور ایران، چین و روسیه به آبهای ایران در دریای عمان آمده. ارتشی که از زمان پتر کبیر، یعنی قبل از انقلاب اکتبر، آرزوی دسترسی به این آبهای گرم اقیانوس هند را داشت. آماده برای رزمایش؟ نیروی دریایی یک نیروی جهانی است که برای رزمایش جهانی هم همیشه آماده است. حس خاصیه اینجور لباس پوشیدن این خوشتیپ. ننه بابات حال میکنن تو لباس رو میبینن؟ آره. به جز این گونه شعارهای رسانه‌ای، شعار رزمایش را صلح و دوستی در سایه اتحاد و همکاری مسئولانه اعلام کردند. شعاری احتمالاً کاملاً متفاوت با آنچه که هدف اصلی این رزمایش است. اینو به جهانیان اعلام میکنم که جمهوری اسلامی ایران قابل منزوی شدن نیست و این از مهمترین دستاوردهای این رزمایش خواهد بود. انزوایی که نتیجه نه فشار نظامی آمریکا، که نتیجه تحریم‌های اقتصادی است. چین و روسیه هم تا اینجا نتوانستن برای شکستن این تحریم‌ها کمک قابل توجهی به ایران بکنن. این اولین رزمایش مشترک سه کشور است، ولی روسیه و چین بارها رزمایش مشترک برگزار کردند. این رزمایش از ششم تا نهم دی ماه با حضور بیش از حضور ارتش این دو کشور جهانی در دریای عمان و همجوار با خلیج فارس در حالی است که ناوهای جنگی آمریکا و بریتانیا در خلیج فارس تردد می‌کنند و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هم گفته کشورش با اعزام نیروهای بیشتر به خلیج فارس موافق است. البته این تمام ماجرا نیست. کشورهای اروپایی هم در پی ایجاد اتحاد دریایی در خلیج فارس هستند تا از نفکش‌هایشان حمایت کنند. حتی ژاپن هم که بر اساس قانون اساسیش نمیتواند نیروی نظامی به خارج از کشور اعزام کند، در راه خلیج فارس است. برای حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه و حفاظت از کشتی‌های تجاری ژاپن، آماده شروع فعالیت دریایی و هوایی نیروهای دفاع از خود هستیم. شاید این دلیل آشکاری باشد که چرا ارتش چین در این رزمایش مشترک شرکت کرده. کشوری که ناوگان صیادیش چند سالی است خلیج فارس را تسخیر کرده و حالا شاید نگران حضور ژاپن در منطقه است. دوستانمون در ناوهای چین و روسیه اذعان داشتن که همکاری شما دنیا را متعجب کرده. سوال اصلی این است که آیا در صورت بروز درگیری نظامی در منطقه، ارتشای این دو کشور به حمایت ایران خواهند آمد، یا اینکه سیاستمداران دو کشور همان سیاست یکی به نعل یکی به میخ را ادامه خواهند داد. شهریار سیامی، رادیو فردا. آزاد.